مخارج مکنانتی از هر یک احمد یک سخن شنیده دو بور از کفاش کافته بگرده. او امرون ما بسیار مشاهده میکنه اسلام رو تحنه میکنن، قرآن رو تحنه میکنن، علماها رو در حق شاید بیر میکنن، مانند این معلوم هم در حق هر چی میکنن. شما هر چی که شنیده در باری وی خفه شده از کفاش شده کافته میگرده. او وقتی که شنیده در بار به همون اتفاق کنید سانی از کلام احمد که هم که شنیده مربوط به بدعت است بود در اون جواب بیرکت یک سک هستی و هوعوی تو ایدگاه ماه خیره بمیشه فقط در این خودت خسته میشه به خلاف این تو بیر رفتن بیر اونها رو نداره ایلا شما کش کنید و احمد هارا نست خرم شد اما خواهش میکنم روالایی که این روز این نوار پر میشود مسئولایی که نویسنده است و فروشنده است در خوش که این نوار نمیسن که آیا مولود بدعت هست یا نه نمیسن تا مردم خودشان بگیرن گوشن دادن اختیار بده به سوال هایی به ما نشد خواهش بگیرن در این بار دیگه به من سوال روان بکنید. امروز یک خواهر اسلامی با آب دیدن که خود در از خرابیان بود است به خاطر مادرش هم آنجا زندگانی میکنند اما تقدیر او را برای شوهر کردن به این دوشنبه آورده است. به خاطر مادرش او را به جواب به نام حامید که حامید از سلیم آواست از غرب کشلاکی سنگی ملکی در غرب کشلاک هست؟ سنگی ملکی است. ناموش حامید خانش هم در در آمد است در این شنبه هم دو خانه دارد یا اینکه وقتا کرادیه دارد این خواهر اسلامو بگرد با ایشان او من نمودش که شوهر کردیم نبودم من پادرم به بلد به لحجه خودشان بابیم گفت مجبورن شوهر داد به همین آدم پیش ازم که اون نکاح کنیم من به او بارها گفتم که با باید من در راه دست در نصف راه نبر کاری من به فرمان دستم سانی من باید محتاج شوم و خواه شوم که نگو من برای شما خانه گرفتی گست و من شما را زن بکنم. خوب آور دوشنبه اکنون من میگه قریب هشت ماه نه ماه هست نه من سراح میکنم نه من فکر میکنم خانه پدر رفتر می بابی بگه بابی بگه او خانه تو بده چه یادن راه باشم بابا بگه با اون قبول رو میدونن میگن نه من تو به شوهر دادن اما دست یکی میکنن که باش آمد دیگه را آمد با اون قبول رو میدونن که شوهر دادن شوهر رو من سلام میکنن. بنابر من فقط به خدا مراجعه میکنم که شما آمدن شاید برانی اگه یاده میکنید خوب من به این خواهر اسلامی چی یاده میکنیم باشن او که یاده میکرد میتونم که و یک ماه زندگیش میشه از ما اما او یاردو میکنی من هم قبول نکرد. او گفته من راضی باشی من از بالای من شوهرتون خطاب کنم شاید اگر مسلمانی با ناموس باشد با وجدان باشد با دیانت باشد صدای من انشاءالله قبرستانی ها میشنه من شوهر قبر شما شاید ناموسش بیاد و تو رو صداف کنم صدای خواهر بکی من از بایش همین سنا راضی هستم دیکی خواهش کردی نام پدر من نگیرید در اون بابی هست بابا میشه مبادا با من خواب میکنن. من به این نظر عزیز حامد سلیم بابا از کشلاقی سنگ ملیکی ناهی خرد خطاب میکنم که نظر عزیز اگر از من خورد باشی اگر از من کلام باشی برادر عزیز بدم که نفقی این خانون در گردن تو فرض است. وقتی که تو را همچون همسر با نکاح اسلامی بزنی گرفتی از همه رو گردن تو رو فرض است که باید او رو با جای خواه تعمین کنی با نفقه تعمین کنی با نباس و با خوراک تعمین کنی با همخوابگی تعمینش کنی. عزیزان من در اسلام دو زندگی بلحواسی نیست دو زندگی مسئولیت است دو زندگی جوابگری در پیشگاه خداست. حامد دادر عزیز برای تو پیغمبر بزرگوار تهدید دارد رسول اکرم میگه من کانت له امراتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامه و شقه ساقطا
و دو هم سر دارد، بین این دو زنهاش عدالت نمی کند، اونها رو یک گونه تربیه نمی کند. یکیش نگاه میکنه دیگه سلام نمی کند، یکیش با لباس و با خوراک تأمین میکنه دیگه سلام نمی کند، یکیش ششما و هشما قدیش میزن دیگه سلام نمی کند. این شوهر روز قیامت که از خاک خست مانند دیوانه هایی که رو در کوچه ها میبینه، یک طرف خودش کار نمیکنه، آبی دهنش ریخته میستد، یک حالتی بدنما دارد، از قبر هم تو بخیزد. حامد دادر عزیز، تو این حالت منتظر باش، تو خواهی نخواهی پیش پروردگار میری که انتقام این بندش از تو میگیرد. قرآن پروردگار میگد و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خدا در قرآن میگد لینفق ذو سعة من سعته، وقتی که شوهر خانم میگیرد اگر سربدمند باشد باید نفقی بایگری به او تعمین کند، اگر کمبغل باشد باید نفقی کمبغلی به او تعمین کند. آیا تو راضی هستی که همسر تو با آبی در کوچه ها گردد؟ آیا تو راضی هستی که همسر تو در نزد خواهر یزدش گپ شنو باشد؟ آیا تو راضی هستی که همسر تو در نزد پدرش گپ شنو باشد؟ گمان میکنم تو جوان مرد نیستی، جوان میکنم تو وجدانی انسانی نداری، گمان میکنم تو مسلمان هم نیستی و این نامسلمان میشتی از خدا میترسیدی. گفتی سعدی بزرگوار، بعضی ناجوان مردها ببین آن ناجوان مرد بی‌حمیت را که هرگز نبیند. یک نظم دارد، یک جوان ها بی‌حمیت هم بی‌ناموس هم به خاطر راحت خود، به خاطر معیشت خود زدهاش از این پتای سران نمیتونند خوشان در دیگر جا معیشت کردن میکنند. حضرت سعدی این تو جوان مردها را حتی دعای بد کرده است که هرگز زندگی خوش نبینند. نخواهد دید روی نیکبختی زنی زن و فرزند بگذارد بسردی. وقتی این خواهر با لباس کهنه با لباس ساده با حجاب اسلامی دیدم، آمدی در پیش دخترهاش روان، باور کنی دل من ریش شد. من نفرت دارم از این تو دو زنها، من نفرت دارم از این تو سه زنهای لعنتی. در قرآن پروردگار من فهم من تستطیع فواحدتن، ای مسلمان خدمتی دو زندگی نداری، دوزدی ترسانچی که از دونم بترسی یک زنگی حقا الان بشاره در کوچه سرسان حیران کجا رفتنشون میدن. جوان مردی بیا صاحبش کن، امکانیت نداری بیا سرش ده یک طلاقش کن. او که من دیگر امکانیتی در زندگی ندارم، برخانی پدرش طلاقش کن، این دست بود چون شاید یک زن وقت شیابا نابر اون کس پدرش هم نامام این خوهر عزیزی من نتیجه بدست، شاید شوهر بعد از شدید این نامش دارد نامش نتیجه کن. خب من به پدری او خطاب میکنم، پدری عزیز ای فرزند شماست، ناموسی وی در کردن شماست، وی خواهد پسر میشون شاید در هر گدا زندگیش میدید دوستی میگید، اما او دختر است وی محتاج است. وقتی که شوهرش او رو سرحال میکرد نفقی وی در گردن که قدر عزیز لازم است او رو نفقشتی. خوب دادر عزیز حامی جان، اگر از سخن من سخت رسیده باشد از تو رو بخواهم، اگر اصلاح شوی گای همسر تو صاحبی کنی، لیکن اصلاح نمیشتگی باشی خداوند خرمی بودی تو صدر تو نصیب بکنی. عزیزان اینجا بچه های زیاد در بیرون از من ازدیماس ادعا کردن که با سفر کاری به شهرهای رسی روان هستن، خداوند همشان نگاه دارن در جای در حق مال آمد فرازیان. این جوان های عزیزه که بودها به خاطر نفقه و به خاطر تعمید خاندان خود و به خاطر تعمید نفقه پدر و مادر خود به سفر کاری روانند، خدای آنها را در اونها عشقتون نگه دار، خداوند دارست اونها را فراغ کردار، خداوند اونها را از شر او کلهای بدبختی که در مسیح برامدین خونخوار و آدمکش، خدای
ولایت ذاتی وعده کردی امانت خیانت نکنی. اللهم انت صاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل والمال، استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله جمعه ايام الجمعة قربت يا سيد جمال ان شاء الله محمود وسوالاي في استودي شما جواب بيان كسي جمعة روا كرني جمعة جمعة هاي گذشت ان شاء الله سوال جواب شما بيان خدا حافظتن ميگم شكرا ومنزله لحد وفراشه
فراش التراب وولده يتيم. انسان چه بیچاره استی در چنگال مرگ، آخر این لباسای زیبای تو مبدل به سیت بدسانی تو نکمیشوند، آخر این مرسدس و جیب های سوار شدگی تو مبدل به تابوت میگردند، و این خانه زیبای تو عوض به خانه لحد میگردند. انسان تو چی ضعیفی، تو در چنگال مرد چی ناتوانی درماندی، آخر کرپه تو خاکی ملایم قبر میگردند، و این فرزندان دوست روی که شیرین تا آخر بی پدر میمونند، در بدر به کوچه ها میگردند، و مالهای تو به دست وارث ها تقسیم میگردند. و ولده یتیم و ماله مقسوم و علیه الحساب و اعتبروا یا اولی الالباب. چه سازه سید نخلستان، گذر کن سوی قبرستان، و بین ای خاک یک دم حال زار مشتی خاکان را. و ولده یتیم و ماله مقصود و علیه الحساب فاعتبره یا فردا بیرون مدینه دا دشتی کشاده بود نمازگاه عید،
مردا سخت لاکی شرایط نداره بریم این بران جلد داره دوستان فردا آنجا همه تن روید من همراه شما میرم و وعد الناس یوما یخرجون فیه قالت عائشه رضی الله تعالی عنها فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی وعدگی رسول اکرام آفتاب تابان رسالات رحمت عالمیان برامدن حین بدا حاجب الشمس آفتاب از کوه جدا شد ایستاده بود فقعد علی المنبر و حمد الله حضرت بالای منبر برامدن نشستن آنجا که الان من بالای منبر بودن این منبر میراث رسول اکرم است داعی ها امام داملاها خطیب ها جای نشینان پیغمبران بنابر فردا در حضور پیغمبر از این منبر جواب میگویند که چی گفتن و چی رسانیدن به مردم به مردم حضرت خطاب کردن اینکم شکوتم جذب دیارکم و استئخار المطر عن ابان زمانه عنکم شما گفتن الان چند روز از من شکایت داره خشکسالی را بی بارانی را دیر آمدن باران از موسمش شکایت داره نالیش داره فریاد داره وقد امركم الله ان تدعوه ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم پروردگار خود شما را وعده کرده است که دعا کنی از صدق دل با آب دیده با دل شکسته با دست بلند برداشته من دعای شما را اجابت میکنم ادعوني استجب لكم همه مردم دست برداشتند رسول اکرم دست مبارک بلند برداشت دستاش آنقدر بلند برداشتن که تگی کتف مبارک شان از سفیدی جلان می دادن ثم قال الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خیلی شما اما تا خیلی رحمت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين آمين يا رب العالمين رسول أكرم دعا كردن حضرت عائش مادر مومنگیان فرامدن نرکن نماز خواندن حالا از بالا این بار نخور آمدن بالا آسمان به آب پیدا شد زندر جمعنک زدن گریف باران آنچنان بزیدن گریف و باریدن گریف از حال فیضنگر از دلوکتان دارنست حالا هزم چنان میدویدن چه خطر نشرم بودن رسول اکرم از حال مردم که چگونه از باران میگرختن سر به خدا به